در سال جدید حساسیت نسبت به حقوق انسانی همه شهروندان کشور را ارتقا بدیم، براش حرکت کنیم، شبکه اجتماعی راه بیاندازیم و در شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشیم. مخصوصا جوانان میتونن پیشتاز این اقدامات باشن. جزئیات بیشتر در گفتاری از رضا رئیس‌دانا. در آستانه بهار و نوروز، پیشاپیش فرارسیدن سال نو رو به همه بینندگان عزیز تبریک میگم و سالی بهتر از سالی که تا پایانش چیزی نمونده برای همه آرزو میکنم. میگن آرزو گاهی وقتها مجموعه ای از تصورات آدم درباره افقها و سمت حرکت واقعیت هایی که در وضع موجود توش دست و پا میزنه. اگه بعضی وقتا اینطور باشه، واقعیت اینه که از منظر حقوق انسانی به آرزوی سالی بهتر به شدت نیاز داریم، چون سالی که گذشت در کشور ما از منظر حقوق بشر فاجعه بار بود. آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص ایران رو اگر ملاک قرار بدیم، حداقل 996 زندانی در سال میلادی گذشته در ایران اعدام شدند. در واقع جمهوری اسلامی در زمینه اعدام ها نسبت به 2 سال پیش رکورد زده و اعدام ها رشد 29% داشته. تازه اعدام ها بخش خیلی کوچکی از موارد نقض حقوق انسانی هستند. مستندات ناشی از سوء مدیریت یا موارد نقض حقوق انسانی در حوزه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی رو ملاک قرار بدیم، تصویر تا حدودی دقیق تر خواهیم داشت. بعد از 37 سال حاکمیت دیکتاتوری اسلامی، جامعه‌ای داریم با شکاف گسترده طبقاتی. از یک طرف یک اقلیت انگل و مفخر وابسته به همین نظام با اختلاس‌های میلیاردی و چپاول دارایی‌های عمومی به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده و از طرف دیگه فقر و بیکاری، بیخانمانی، بیهویتی، آوارگی، طرد شدگی، اعتیاد، ایدز، تنفروشی و کودک فروشی رو به گسترشه. همه اینها در حالیه که مرگ و میر در اثر تصادفات جاده‌ای، حوادث کار ناشی از حرص و طمع کارفرما و بیتوجهی به قوانین ایمنی کار، خودکشی در اثر ناامیدی از تأمین نیازهای اولیه زندگی و محکوم شدن به بیکاری، مرگ در اثر آلودگی هوا و افزایش ریسک قلبی و مغزی و ابتلا به بیماری‌های مرگبار مثل سرطان در اثر همین آلودگی‌ها، قتل، جنایت، بزهکاری و خشونت‌های ناشی از اعتیاد یا شیوع بیماری‌های اعصاب و روان، روزانه هزاران حوزه از نقض حقوق انسانی رو در کشور ما به تصویر می‌کشند. برای این مجموعه باید زندان و شکنجه و سرکوب برای معترضان اقلیت‌های مذهبی و ملی، دگراندیشان، دگرباشان و مطالبه جویان همه قشرها و لایه‌های اجتماعی رو هم اضافه کرد که همراه با قربانیان آسیب‌های اجتماعی، لشکر انبوه زندانیان رو در زندان‌های جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهد. تجربه 37 سال زندگی در جهنم جمهوری اسلامی ثابت کرده که تا این نظام هست، مردم ایران اساساً شهروند حساب نمی‌شن که از حقوق برخوردار باشن. نقض حقوق بشر دائماً بیشتر میشه و هیچ جناح، دسته یا گروهی در درون این نظام وجود نداره که در تمام این سالها صرف نظر از هر حرف و وعده‌ای که داده تونسته باشه وضع حقوق بشر رو در کشور ما به شکل واقعی بهبود بده. سرنوشت همه وعده‌های حرکت اصلاحی و تدریجی برای دستیابی به حقوق شهروندی، سرکوب بیشتر و شدیدتر بوده و فضای تنفس کوچکی هم اگر در دوره‌هایی شکل گرفته، ناشی از زمانی بوده که دستگاه سرکوب نیاز داشته تا پیامدهای حضور اعتراض مردم رو خنسا کنه و فضا رو ببنده. حقیقت اینه که ما در دام نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی اسیر هستیم.
امید بستن به شنیده شدن صدای ملت از طرف دیکتاتور متفرعنی مثل خامنه ای، یا امید بستن به تدبیر کلیدداران همین نظام هیچ کمکی به بهبود وضع حقوق بشر نمی کنه. سرکوب منظم و برنامه ریزی شده همه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم که کمترین تهدیدی برای قدرت بلا منازع دیکتاتوری ولایت فقیه به حساب بیاد، شیوه حیات و ابزار حفظ موجودیت جمهوری اسلامیه. این نظام رو فقط از یک طریق میشه در زمینه سرکوب ها و عقب نشینی واداشت و سرنیزه اش رو شکست. از این طریق که مبارزه برای حقوق انسانی همه شهروندان کشور رو بخشی از وظایف زندگی روزمره تلقی کرد، یعنی بهش حساسیت داشت، براش حرکت کرد، شبکه اجتماعی را انداخت و در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کرد. خامنه‌ای و باندهای امنیتی و نظامی دستگاه ولایت فقیه رو زمانی میشه وادار به عقب نشینی کرد که نقض هر حوزه و هر بند از حقوق انسانی به کانون تمرکز کنش مستقل جمعی زینفان و گروه‌های مرجع و کنشگر همون حوزه تبدیل بشه. و حقیقت مهم اینه که جوانان کشور که از سرکوف شنیدن و بیحقی و بیوفقی خسته شدن و نمیتونن زندگی زیر سایه استبداد رو تحمل کنن، باید پیشتاز این کنش جمعی و سازمانیابی شبکه‌ای باشن. تجربه مبارزات حقوق بشری یک دهه اخیر نشون میده که ایجاد نهادهای پایدار برای دیدبانی حقوق بشر یا مبارزه علیه شکل‌های خاصی از نقض حقوق انسانی با اینکه هزینه‌های زیادی داشته اما ممکنه. واقعا میشه حتی زیر رادارهای همین دستگاه سرکوب هم کمپین‌های حمایت از حوزه‌های خاص فعالیت حقوق بشری راه انداخت. یادمون باشه که فقط زمانی که سنگرهای پایداری و مقاومت بر علیه مظاهر گوناگون نقض حقوق شهروندی داشته باشیم و این سنگرها پشتیبان حیات، حضور و حقوق سیاسی هم باشند، سرنیزه استبداد کند میشه و ظرفیتش فراهم میشه که حتی در هم بشکنه. بنابراین اگه واقعا بخوایم آرزوی واقع بینانه ای رو پیش روی خودمون بگذاریم و اون اینکه نقض حقوق بشر در سال جدید کاهش پیدا کنه، در این صورت معناش اینه که کمپین‌های تازه، شبکه‌های اجتماعی جدید و فعالیت‌های مستقل و پایدار در حوزه‌های مختلف نقض حقوق انسانی رو آرزو کنیم.